سلام، توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ گروه چهارم یورو 2024. یه گروه خیلی جذاب که صعود کردن ازش واقعا کار سختیه. توی این گروه ما تیمای فرانسه، هلند، اتریش و لهستان رو داریم و به نظرم اول از لهستان کبیر شروع کنیم. خب لهستانی توی گروه ای مقدماتی یورو بودن، جایی که با جزایر فارو، مولداوی، جمهوری چک و آلبانی همگروهی بودن. اینا توی گروه خودشون سوم شدن و به پلی آف رفتن و توی بازی اول خودشون 5 تا گل به استونی زدن و توی بازی بعدی جلوی ولز قرار گرفتن، بازی که خیلی کار براشون گره خورد و به پنالتی رفت و در نهایت با یه دونه اختلاف پنالتی اومدن به یورو 2024. آقای میخائیل پروبیه سرمربی لهستانی توی یورو 2024 خواهد بود. آقای پروبیه هم از اون دست مربیای یورو که تا حالا افتخار خاصی کسب نکرده. ایشون اکثر دوران مربیگری خودش توی لیگ لهستان بوده که تا حالا قهرمان لیگ لهستان هم نشده. دو بار قهرمان جام حذفی این کشور شده و یک بار هم سابقه قهرمانی توی سوپرکاپ توی سال 2010. و یه نکته جالبی که برای این تیمایی که مربیای نچندان شاخصی برای تیمای خودشون انتخاب کردن و از کشور خودشون دوستن که مربی بالا سر تیمشون بذارن، برای من اینه که چرا خب نمیرید یه مربی شاخص سر بیاری که حالا لازمم نیست حتما برای کشورتون باشه. مثلا تو کشور خودمون ما کیروشو داشتیم که مربی خارجی بود و خب چون توی مملکت خودمون مربی درستابی و با اون سطح دانش بالا نداشتیم، کیروش آوردیم و خیلی به ما کمک کرد، حالا آخرش گند زد، ولی در نهایت کیروش خیلی به فوتبال ما کمک کرد و باعث پیشرفت فوتبال ما شد. و نمیدونم چرا کشورهای مثل لهستان نمیدن مربیای شاخص سری و خارجی بیارن که به فوتبال ملیشون کمک کنه. حالا میبینی همه رو میبره تو این گروه. اما لهستانی کبیر در حال حاضر رنگ 28 فیفا رو داره. با ارزش‌ترین بازیکنشون هم تو این تورنمنت یاکوب کیویور هستش. دفاع چپ این فصل آرسنال که فصل سختی و نسبتاً گذران ولی خب بازیکن قابل اعتنایی حداقل توی تیم ملی لهستان. بجز کیویور میتونیم به زلنسکی هم اشاره کنیم، بازیکنی که توی ناپولی کاپیتان ناپولیه و خیلی هم بازیکن خوبیه. و البته بازیکن‌های با تجربه و پرافتخاری مثل شزنی و صد البته رابرت لواندوفسکی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال مملکتشون که قراره توی این تورنمنت هم به کمک تیمشون بیان. خب در مورد سابقه لهستانی توی یورو هم احتمالاً بدونید که اونا سابقه درخشانی ندارن. حالا قهرمانی و نایب قهرمانی و اینا به کنار، اونا تا حالا نتونستن تا مراحل مثلا نیمه نهایی هم برسن. ولی خب شاید براتون جالب باشه که بدونید لهستانی‌ها دو بار تونستن سوم جام جهانی بشن، توی سال 1974 و 1982. و خب در کل لهستان شاید ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، ولی تیم‌های بعدی همه‌شون سخت و شغلن، مثل اتریش که الان می‌خوایم بپردازیم بهش. خب اتریشی‌ها هم توی گروه F مقدماتی بودن، جایی که با تیم‌های استونی، آذربایجان، سوئد و بلژیک همگروهی بودن و تونستن پشت سر بلژیک به عنوان تیم دوم مستقیم صعود کنن به یورو 2024. اما سرمربی تیم ملی اتریش توی این تورنمنت کسی که احتمالاً خیلیامو بشناسیمش، رالف راگنیک، مربی آلمانی که قرار اتریشی‌ها رو برای رویاهاشون آماده کنه. راگنیک رو شاید خیلیامو به خاطر عملکرد افتضاحش توی یونایتد بشناسیم، ولی من به شخصه چون فن فوتبال آلمانم میدونم که این مرد مربی بزرگیه. راگنیک مربی بوده که سبک جدیدی به فوتبال آلمان آورده و خیلی از مربیای نسل جدید فوتبال آلمان از ایشون الگو گرفتن، مثل یورگن کلوپ، مثل توخل، مثل ناگلزمان. و خودش هم به عنوان مربی توی فوتبال آلمان توی شالکه دوران خیلی درخشانی داشته. توی سال 2011 موفق شد قهرمان جام حذفی بشه، توی سال 2011 موفق شد قهرمان سوپرکاپ آلمان بشه و تو فصل 2004-2005 هم شالکه رو به یکی از بهترین رتبه‌های خودش توی تاریخ فوتبال آلمان رسوند، یعنی نایب قهرمانی بوندسلیگا. و آقای رانگنیک از موقعی که هدایت اتریشیان هم دستش گرفته تونسته نتایج خیلی خوبی با این تیم کسب کنه. همین چند وقت پیش بود که اونا تونستن آلمان، یکی از مدعیای اصلی این جام، رو توی خونه خودشون شکست بدن. و در کل میخوام بگم که زوج رانگنیک و اتریش خطرناکن. اما اتریشی در حال حاضر رنگ 25 فیفا رو دارن و با ارزش‌ترین بازیکنشون هم توی یورو قراره کنراد لایمر هافبک این فصل بایرن باشه. و البته به بازیکنان دیگه‌شون هم بخوایم اشاره کنیم، کوین دنزو هستش که توی لنز فرانسه تونست بازی خیلی خوبی برای تیمش ارائه بده و یکی از رهبرا و کاپیتانای اصلی این تیم، یعنی مارسل سابیتزر که با دورتموند تونست به فینال چمپیونز لیگ برسه. و داوید آلاوا هم الان حتما توی ذهنتون هست، ولی آلاوا به خاطر مصونیتش یورو رو از دست داده، ولی همراه با تیمشون به عنوان عضوی از کادر فنی، یعنی کادر فنی هم به عنوان یه روحیه دهنده یه همچین چیزی رفته به یورو. و خب اتریشی هم همونطور که بتونید احتمال حدس بزنید تا حالا توی یورو نتونستن هیچ قهرمانی کسب کنن. اما جالب اینجاست اونا هم یه بار توی جام جهانی سوم شدن توی سال 1954. و در کل اگه بخوایم در مورد تیم ملی اتریش صحبت کنیم، به نظر من اونا تیمی ان که میتونن تیمای قوی این گروه واقعا اذیت کنن. حالا بریم سراغ یکی دیگه از پرافتخارترین تیم‌های یورو، یعنی هلند کبیر. نارنجی های دوست داشتنی توی گروه بی مقدماتی بودن. اونا با تیم جبل و طارق، ایرلند، یونان و فرانسه هم گروهی بودن و پشت سر فرانسه به عنوان تیم دوم صعود کردن به یورو. سرمربی هلندی هم اما احتمالاً برای خیلیامون آشناست. رونالد کومان سرمربی سابق تیم بارسا که به عنوان بازیکن توی همین تیم ملی
کلن و تیمای باشگاهی خودش به تمامی افتخارات ممکن رسیده. اگه بخوایم یکی از بزرگترین افتخارات رونالد کومان به عنوان بازیکن رو بگیم، قطعا باید قهرمانیش با بارسلونا توی چمپیونز لیگ رو بگیم که توی سال 92 با گلزنی همین رونالد کومان توی فینال تونستن قهرمان اون جام بشن. به عنوان سرمربی اما درسته که کومان توی بارسا دوران خیلی خوبی رو نداشت. کومان قبل از اینکه سرمربی بارسلونا بشه توی تیم ملی هلند نتایج خیلی خوبی گرفت، به خاطر همین مسئله بارسا انتخابش کردن و با این حال فقط توی سال 2021 تونست کوپا دل ری برای بارسا ببره، ولی توی تمام تیم‌های باشگاه دیگه‌اش حداقل تونست یک جام رو ببره، مخصوصا دوران درخشانش توی آژاکس هم قهرمان جام حذفی شد هم قهرمان لیگ هلند. اما هلندی‌ها در حال حاضر رنک هفتم فیفا رو دارن و با ارزش‌ترین بازیکن لالای نارنجی هم توی این تورنمنت جاوی سیمونز با 80 میلیون یورو قیمت. بجز جاوی سیمونز که یکی از شاخص‌ترین بازیکنشونه، هلندی‌ها کلاً نسل خوبی در اختیار دارن برای درخشش توی این جام. اونا ماتیاس دلیخت بایرن رو دارن، فندفن تاتنهامو دارن، خودی گاکپو لیورپول رو دارن، جیمی فرینگپونگ لیورکوزن رو دارن، تیجانی ریندرز آس میلان و صد البته ورجیل فندای کاپیتانشون. و خب در کل بخوایم نگاه کنیم، به نظر من هلند یکی از بهترین اسکواد و ترکیبای خودشو داره توی این جام. اما در مورد سابقه هلندیا توی یورو هم باید بهتون بگم که اونا توی سال 1988 یه بار تونستن قهرمان یورو بشن. و خب کلا هلندیا یکم بدشانسن و همیشه نایب قهرمانی و سومیاشون هم توی جام جهانی هم توی یورو بیشتر بوده. توی جام جهانی که تا حالا قهرمان نشدن ولی سه بار نایب قهرمان شدن. توی سال 2014 هم توی جام جهانی رتبه سوم به دست آوردن و جالبه که توی یورو هم چهار بار عنوان سوم به دست آوردن. توی سال 1976، 1992، 2000 و 2004. یعنی شما همیشه میتونید تصور کنید که هلند تا فینال بیاد ولی قهرمانی نو. و نگاه کلی اگه بخوایم به هلند داشته باشیم، گفتم اونا ترکیب خوبی دارن، مربی هم دارن که نسبتاً خوبه، اما نمیدونم که کومان چقدر میتونه موفق باشه با این بازیکن‌ها بعد از عملکردش توی بارسا. واقعا یه کمی بهش شک وجود داره، ولی در کل اگه این تیم هلند بگیره به نظر من بد میگیره. حالا بریم سراغ مدعی اول قهرمانی توی این تورنمنت از نگاه خیلیا، فرانسه کبیر. خب همونطور که یکی دو دقیقه پیش بهتون گفتم، فرانسوی‌ها با هلند توی یه گروه بودن توی مقدماتی و تونستن به عنوان سرنشین از گروه خودشون صعود کنن. سرمربی فرانسه توی این جام هم کسی نیست جز دیدی دشان، یکی از بهترین مربی‌های دنیا از نظر من. خب آقای دشانه که همه میدونیم یکی از اساطیر فوتبال فرانسه و کل جهانه. به عنوان بازیکن دو بار قهرمان چمپیونز لیگ شده، یه بار توی مارسی و یه بار توی یوونتوس که هر دو تاشون هم تاریخی‌اند، چون میدونید هم یوونتوس هم مارسی خیلی کم قهرمانی دارن توی چمپیونز لیگ. مارسی کلاً یه بار برده، اونم با دشان بوده. و به عنوان مربی هم این مرد تونسته کارنامه خیلی درخشانی داشته باشه. شما فقط به اینجا توجه کنید که با آیس موناکو تونسته توی سال 2004 نایب قهرمان چمپیونز لیگ بشه. همون سالی هم که یوونتوس سقوط کرد به سری بی به خاطر اون فساد مالی و اینا، آقای دیدی دشان سرمربی یووه بود توی لیگ دست دو و تونست اونارو دوباره برگردونه به سری آ. و توی فوتبال فرانسه هم تونسته با مارسی قهرمان لیگ این کشور بشه توی سال 2010. و بعد از همین نتایج درخشان بودش که بعد از جام جهانی 2010 آقای دیدی دشان هدایت فرانسوی‌ها رو دستش گرفت و اونجا بود که دشان کار بزرگ خودش رو رقم زد و توی سال 2018 فرانسه رو قهرمان جام جهانی کرد. توی جام جهانی 2022 هم درسته که اونا قهرمان نشدن، ولی عملکردشون به نظر من فوق‌العاده بود، چون توی دوره‌های قبلی جام جهانی اون تیمی که دوره قبلی قهرمان شده توی دوره بعدی همون گروهی حذف می‌شد، ولی فرانسوی‌ها تلس شکنی کردن و دشان نشون داد که یکی از بهترین مربی‌های تاریخه. اما خروس‌ها در حال حاضر رنک دوم فیفا رو دارن و اگه بخوایم در مورد بازیکن‌هاشون توی این تورنمنت صحبت کنیم که من باید 3 ساعت براتون حرف بزنم. با ارزش‌ترین بازیکن که معلومه که کیلیان امباپه که الان دیگه ستاره رئال مادریده. اما بجز امباپه فرانسه کیا رو داره؟ شوامنی، کاماوینگا، سالیبا، مارکوس تورام، عثمان دمبله، تو هرناندز، زایر مری، بنجامین پاوارز، کونده، دایوتو پامکانو، کوناته، مانیان و چندین و چند بازیکن دیگه که اصلا بحثی سر این نیستش که فرانسه در حال حاضر بین تیمای ملی بهترین اسکواد و ترکیب رو داره با اختلاف. گریزمان عشقم، اینو حتما بذار. اما فرانسوی هم توی فوتبال ملی یکی از پر افتخارترین ها. اونا دو بار توی سال 1998 و 2002 قهرمان جام جهانی شدن. توی یورو هم توی سال 1984 و 2000 تونستن دو بار قهرمان این رقابت ها بشن. و شاید یکی از تلخ‌ترین خاطرات دوران مربیگری دشان توی تیم ملی فرانسه برمیگرده به سال 2016، جایی که یورو توی کشور فرانسه برگزار میشد و اونا تونستن به فینال هم برسن ولی مغلوب پرتغال شدن و نایب قهرمانی از آنشون شد. و خب همونطور که گفتم فرانسه از نظر خیلی مدعی اول قهرمانیه، ولی نظر شما چیه؟ حتما توی کامنت ها بنویسید هم نظرتون در مورد فرانسه هم بقیه تیمای این گروه. دمتونم گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.